بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب به ملاحظت ها دل فی الزمانیات حیث جعل الكلامه فی استصحاب الحالق او لتعمیم البقاء لمثل هذا مسامحتا همان طور که مستحضرید بحث ما در تنبه دوم هست در تنبه دوم صحبت در حول هوش و اطراف شک در بقا هست در واقع شک در بقا به عنوان رکنی از ارکان استصحاب در کجاها محقق هست و در کجاها محقق نیست نسبت به بعض موارد بدون شک شک در بقا محقق است در جایی که مشکوک ما عین متیقن ما باشد نه مثل آن در جایی که متعلق یقین سابق و شک لاحق یک چیز باشد دقیقا بدون هیچ گونه تفاوت چی در شبهه حکمیه مثل وجوب جمعه یا در شبهه موضوعیه مثل حیات زید مثلا عرض شد که این قسمت بدون شک در اطلاقات ادله استصحاب شامل هست استصحاب در اونجا جاری هست جای بحث هم نیست چون هم یقین سابق داریم هم شک لاحق داریم ارکان استصحاب هم تام و تمام است منتها در بعض سغریات و مصادق مسئله این مقدار آسان قابل حزم نیست و عرض شد که این صغریات و مصادق از نظر شیخ سه دسته هستند یک خود زمان هست یک عرض کنم امور زمانی و تدریجی هست یکم امور قاره است که مقید به زمان هست این سه تا محل بحث هستند که آیا می توانند مجرای استصحاب باشند یا نه خب با توجه به اینکه این سه قسم را یعنی زمان و زمانی و امر قار مقید به زمان را در درس قبلی برای شما توضیح دادیم از تکرار پرهیز می شود فقط این نکته را یادآوری می که بحث ما راجع به قسم اول یعنی خود زمان بود و در واقع بحث زمان تا هنوز ناتمام مانده است که آیا در زمان می توانیم استصحاب را جاری بکنیم یا خیر بحث زمان مثل استصحاب بقاء شهر رمضان مثل استصحاب بقاء شعبان مثلا مثل استصحاب لیل و نهار که تمام اینها در بعض احیان محل ابتلاع مؤمن قرار میگیرد. آیا اجرای استصحاب در نفس زمان اگر این استصحاب ما اثر شرعی داشته باشد واجد رکن هست واجد شرایط هست تامل الاجزاء و شرایط هست یا نه در این استصحابات خلل وجود دارد بعض بزرگان تصور کردهاند که استصحاب در خود زمان معقول نیست مثلا شما اگر شک بکنید در روز ماه مبارک رمضان در لحظات اخیر که این لحظه جزء روز هست یا نه نمی توانید استسحاب را در خود این لحظه جاری بکنید چرا به خاطر که اجرای استصحاب در این لحظه متوقف بر تحقق ارکان یعنی یقین سابق و شک لاحق هست این لحظه همین حالا ایجاد شد اصلا حالت سابقه ندارد تا ما در نتیجه شک لاحق داشته باشیم و استصحاب بکنیم بقاء حالت سابقه را به همین جهت شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر شما میخواهید در خود زمان استصحاب را جاری بکنید اگر موضوع استسحاب خود را واقعا خود لحظه ها قرار بدهید استسحاب امکان ندارد این فرمایش شیخ بودن بعد شیخ رضوان الله علیه در صدد توجیه برآمد فرمود مگر این که ما ارز کنم موضوع را تغییر بدهیم البته با پشتوانه عرف به عبارت دیگر همان طور که انشاءالله در خاتمه استسحاب هم خواهد آمد ملاک در استصحاب قضاوت عرف هست نه کمتر و نه بیشتر چون ملاک قضاوت عرف هست ممکن است از نظر دقیق یک چیز ارز کنم امرقار نباشد ثابت نباشد وحدت نداشته باشد ولی از نظر عرفی دارای وحدت و ابتدا و انتها باشد مثلا راجع به خود شب کسی ممکن است کل دوازده شبی که ظلمانی و تاریکی هست شب فرض بکند راجع به روز کل آنات و لحظاتی که عرض کنم روشنایی باشد و دارای روشنایی باشد روز فرض بشود حالا با دقت عقلی میبینیم که ساعتهای متفاوت داریم بعد هر ساعت برای خود دقایقی دارد از جهت لحظه ها مگر نگاه بکنیم دقیقا هر لحظه غیر از لحظه سابق است به همین جهت تصور یقین سابق دوچار اشکال می شود اما اگر موضوع استصحاب را کل شب قرار بدهیم، کل نهار قرار بدهیم، مثلا بعد از ظهر وقتی در اون لحظه دچار شکی در بقای نهار میشوم، یک ساعت قبل روز و نهار باقی بود، حالا شکی در بقایش دارم، استصحاب میکنم بقای نهار را یا عرض کنم که یک ساعت قبل شب وارد نشده بود، شب بود، حالا شک میکنم که شب باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم باقی بودن شب را. شیخ فرمود چنین استصحابیت ارز کنم خدمت با سعادت شما اشکالی ندارد حتی در چنین استصحابی گاهی ارز کنم یقین سابق و شک لاحق با نفس تحقق زمان شک صورت میگیرد به عبارت دیگر همین که در این لحظه من شک کردم که این لحظه حالا جز روزه هست یا نه در همین لحظه یقین پیدا میکنم که روز باقی بود کی باقی بود عرض کنم یک ساعت قبل کی چرا باقی بود با توجه به خود همین لحظه مثلا پس در نتیجه زمان خطور یقین و زمان خطور شک یکی می شود ولی در عین حال این استصحاب اشکالی ندارد البته تا زمانی که عرف حمایت بکند تا زمانی که از نظر عرفی وحدت محرز باشد پیوستگی شخصیت وجود داشته باشد استصحاب جاری خواهد شد این محصل بحث ما در درس قبلی بود که محضر شما گزارش دادیم لذا هست که شیخ رضوان الله علیه در ادامه تأیید میکند میفرماید و انما تعبیر التعبیر بالبقاء و همانا واقع شده از تعبیر به بقا در تعریف استصحاب ابقاء و ماکان این وقوع ارز کنم به سبب ملاحظه همین معنا هست در زمانیات و سبب ملاحظه این معنا هست در زمانیات کدام معنا یعنی همون بقای عرفی گاهی بقا بقای دقی و عقلی هست گاهی بقا بقای بقا عرفی هست بقای دقی و اقلی معیار ما نیست بلکه بقای عرفی معیاره و چون بقای عرفی معیار هست بنابراین در خود زمان هم از این راه می توانیم استصحاب را و تصویر بکشیم جاری بکنیم ادعا بکنیم کرکان تا متمام است و اطلاقات ادله این مورد را فرا میگیرد این فرمایش شیخ است لذا فرماید حیث جعل و الکلامه در, جایی که قرار دادن علمای اصول کلام را در استصحاب حال مثلا و در بحث استصحاب حال هم که در ضمن بحث های گذشته عرض کنم خدمت با سعادت شما مطرح شد اونجا هم این اشاره صورت گرفت که بحث ما ملاک ما همیشه همون قضاوت عرف هست فراتر از عرف ما وحدت قضیه متقنه و مشکوکه را نمیخواهیم این اولین رای حل. بنابراین استصحاب زمان از نظر شیخ رضوان الله علیه اولین راهش این است که زمان را یک واحد فرض بکنیم یک مجموعه واحد فرض بکنیم با مقیاس عرفی با پشتوانه عرفی و تا جایی که عرف با ما همراهی بکند استصحاب هم جاری خواهد شد این یک رای حل راه حل دیگر اول تعمیم البقائل مثل هزا مسامحتن راه دوم این است که از ملاک اول عرض کنم خدمت با سعادت شما دست برداریم بگوییم ما کاری عرض کنم به عرف نداریم حتی عرض کنم اگر ملاک و هم, هم دقت عقلی باشد ولی شک در بقا را مسامحتا ما تعمیم میدهیم شک در بقا را وقتی مسامحتا تعمیم دادیم مجازا استفاده کردیم باز اشکالی ندارد مثلا اگر کسی یقین داشته باشد به وجود والد بعد یقین بکند که والد فوت نموده است ولی طرف فرزندش باقی هست اینجا بگوید عرض کنم والد همچنان باقی هست مسامحتا این می شود همون ادعای مسامحه ما می دانیم که فرزند غیر از پدر هست ولی خب مسامحتا با یک مقدار عرض کنم غمز عین و در واقع نادیده انگاری ادعا میکنیم که والد همچنان باقی هست در ما نهنو هم ممکن است کسی همین کار را بکند که به تعبیر شیخ یا به خاطر تعمیم دادن شک در بقا را برای این مورد که زمان باشد مسامحتن بگوییم عرض کنم این لحظه ای که ما فعلا داریم با اون لحظه ای که یک ساعت قبل بود دو ساعت قبل بود درست است که با دقت تفاوت دارند ولی در واقع با مسامحه خود همونه اگر خود اون باشد پس یک ساعت قبل این وجود داشت فعلا شکی در بقایش داریم استصحاب میکنیم بقایش را یک ساعت قبل نهار قطعا بود یک ساعت قبل لیل حتما بود حالا شکی در بقای نهار و لیل دارم استصحاب میکنم بقای لیل و نهار را و اشکال خاصی هم نخواهد داشت از این جهت پس در نتیجه ارز کنم از نظر شیخ رضوان الله تعالی, تعالی علیه دو تا رای حل اینجا درست شد برای اجرای استصحاب در زمان بعد می فرماید الا ان هاز المعنا از اینجا عرض کنم شروع می کند به اشکال را مطرح کردن می مگر اینکه این معنایی که ما گفتیم یعنی یا تصرف بکنیم در خود مستصحب به پشتوانه عرف بگویم از نظر عرفی شب فقط اون یک لحظه نیست شب یعنی کل دوازده ساعت مثلا یا نه این که تصرف بکنیم در خود شک در بقا که شک در بقا را هم بر معنای عام بکنیم مسامحتا همین دو راهی که اشاره کردم می الا ان هذا معنا مگر این که این معنایی که بیان کردیم الا تقدیر صحته بر فرض صحت این معنا که کسی ممکن است مسرس کنم مسامحه عرف را قبول بکند اما مسامحه در شک در بقا کسی نمیپذیرد بالاخره لزام فرمایت مگر اینکه این معنای دوگانه بر فرض صحت این معنا برای شک در بقا و اغماز اما فیه و اینکه ما اغماز بکنیم از اشکالی که در این معنا هست اغماز همین هست که مسامحه وجهی ندارد شما می توانید عرض کنم خدمت با شما تا جایی که عرف راه میدهد وحدت موضوع داشته باشید اما این معنای دومی که فرض کردید که در واقع شک که در بقار و مسامحتا تعمیم بدهیم نه خیر این هیچ گونه ندارد لذا قابل قبول نیست می فرماید الا ان هاز المعنا لا یکاد یجدی حتما نفع نمیدهد در اثبات بودن جزء مشکوک فی متصفی به بودن اون جزء از نهار یا از لیل مهم این است که سمره نداره درس کنم مقصود ما را ثابت نخواهد کرد به همین جهت هست که ارز کنم میفرماید الا انه از المعنا لا یکادو یجدیک در اثبات بودن این جزء مشکوکوفی متصف به بودن این جزء مشکوکوفی از نهار یا از لیل اگر شما بخواید این لحظه ای آخری که شک دارید از شب هست یا نه شک دارید از نهار هست یا نه اون را به واسطه استصحاب ثابت بکنید همین استصحاب فعلی چنین استنتاج امکان ندارد این اشکال اصلی شیخ است حتی یصدق علی الفعل الواقع فیه میفرماید این استنتاج صحیح نیست تا زمانی که صدق بکند بر فعلی که واقع شده است در اون شب یا در اون نهار مثلا مثل افطار فرض بفرمایید یا امساک مثلا تا این که صدق بکند در فعلی که واقع شده است در اون کنم لیل انه واقع فی اللیل این اینکه اون فعل واقعا در شب واقع شده است یا در روز الا انهو عرض کنم خدمت با سعادت شما لا یکاد و یجدی الا علی القول بالاصل المثبت مگر این که کنم کسی اصل مثبت را بپذیرد که خود مرحوم شیخ نپذیرفت حتی عرض کنم اگر واسطه چی باشه واسطه جلی باشد فرض بفرمایید استصحاب میکنیم بقای روز را وقت استصحاب کردیم بقای روز را نتیجه میگیریم که پس این لحظه جزء ای روز هست خب وقت این لحظه جزء ای روز بود اون زمان نوبت به سر شرعی میرسد که پس افتار کردن فعلا حرام هست یا استصحاب میکنیم بقای شب را پس نتیجه میگیریم که این جزء از شب هست پس نتیجه میگیریم که خوردن سحری تا هنوز اشکالی ندارد میتوانیم سحری خوردن را ادامه بدهیم میفرماید که نفع نمیدهد عرض کنم اون دو تا ارز کنم رای حلی که درست کردید مگر بر قول به اصل مثبت مطلقا یعنی حتی اگر واسطه واسطه جلی باشد اصل مثبت اشکالی ندارد او علا بعض الوجوه الاتیه یا نه بر اساس بعض و هایی که انشالله در آینده خواهیم ذکر کرد در ضمن همین بحث مثل این که ارز کنم واسطه خفی باشد مثل خود استصحاب رتوبت نجیس ارز کنم و حکم کن به نجاست ملاقی شیع نجیسی داریم که سابقا مرتوب بود فعلا شک دارم که مرتوب هست یا نه استصحاب میکنم به قای را اگر این نجس با دست کسی با لباس کسی ملاقات بکند حکمی به نجاستش خواهد شد با اینکه ما میدانیم ارز کنم این نجاست اثر خود ملاقات نیست اثر ملاقات مع رطوبه بلکه اثر سرایت هست یعنی نجاست از عین نجس باید ارز کنم به متنجیس ما سرایت بکند لذا هست که من فرماید حتی یست و قد علی الفعل الواقع ارز کنم در این شب این که ارز کنم اون فعل واقع در شب هست یا روز چون ما استصحاب را که ذات نمیخواهیم ابزار کار ما هست ما با استصحاب میخواهیم یک مشکل علمی را حل بکنیم مگر بر اساس قول به حجیت اصل مثبت مطلقا ارز کنم حتی اگر واسطه ماجلی باشد یا بر اساس بعض وجوه آتیه که انشاءالله ارز کنم در آینده خواهد آمد که اگر واسطه خفی باشد اصل مثبت حجت است و الا حجیت ندارد مثال که زدم استصحاب میکنم به قای رتوبت نجیس را حکم میکنم به نجاست ملاقی با این ملاقات با این نجیس در حال که ارز کنم نجاست معلول ملاقات نیست نجاست معلول سرایت هست یعنی اول باید بین این نجیس و متنجیس ملاقات صورت بگیرد بعد از تحقق ملاقات و سرایت نجیس از متنجیس حکم به نجاست متنجیس خواهد شد لذا فرمود که ارز کنم مگر بر قول به حجیت اصل مثبت مطلقا یا بر بعض وجوه آتیه که همون اصلیک مثبت ارز کنم خفی باشد در واقع واسطه در صورتی خفی باشد لذا می فرماید ولو بنینا علی اگر ما بنا رو بر این گذاشتیم که در واقع اصل مثبت حجیت هست و تصرف میکنیم در مستصحب یا شک در بقا ولو بنینا علی زالک یعنی حجیت اصل مثبت و تصرف ارز کنم در اصل مثبت اغنانا در این صورت بنیاز میکند ما را این بنا از آنچه که ذکر شد از توجهی که ما گفتیم که مستصحب شی هست مجموع لیل و نهار هست مثلا اقنان اما ذکر من از توجه آخر یک سلسله استصحابه های دیگر داریم در اموری که متلازم هست با زمان در واقع اطلاقات ادله استصحاب یک قایده کلی هست لا تنقض الیقین شک هر جا که شما این روکن را واجد و کامل دیدی میتوانی استصحاب بکنی اگر کسی اصل مثبت را حجیتش را پذیرفت در ما دیگر مشکلش حل هست نیاز ارز کنم به این ابزارها و اصل مثبت اینها نخواهد داشت استصحاب دیگر در اموری که متلازم هست با زمان طلوع الفجر مثل استصحاب ارز کنم خدمت با سعادت شما طلوع فجر که ملازم است با بقای شب کسی میگوید یک ساعت قبل عرض کنم طلوع فجر محقق نشده بود فعلا شک میکنم استصحاب میکنم عدم تحقق طلوع فجر را خب این از یک طرف از طرف دیگر در خود همین مثال امکان دارد که استصحاب دیگر هم صورت بگیرد لذا میفرماید که استصحاب دیگری که در امور که متلازم هست با زمان مثلا مثل طلوع فجر مثل غروب شمس مثلا که استصحاب میکنیم عدم غروب را که ملازم است با نهار و زهاب و رفتن همره مشرقی مثلا باز مجرای استصحاب هست و عدم وصول القمر الى درجتین یمکن رؤیت اون قمر را در اون عرض کنم درجه خب در این جاها این استصحابات مشکل ما را حل میکند استصحاب عرض کنم عدم که ملازم است با عدم یک اتمام شهر مثلا پس در نتیجه عرض کنم روز واجب نیست یا فرض فرمایید راجع به عدم وصول قمر الا درجتین یمکن رؤیته فیها باز هم عرض کنم خدمت با سعادت شما این استصحاب امکان دارد پس در نتیجه شیخ انصار رضوان الله علیه اگر چی توانست که دوتا تا رای حل درست بکند برای استصحاب زمان ولی در پایان اینطوری فرمودن که اگر این اشکالات عرض کنم پیش نیاد از نظر شیخ رضوان الله علیه این استصحاب حجت دارد و اشکال هم نخواهد داشت فالاولا التمسک فی هذا المقام به استصحاب الحکم المترتب على الزمان لو کان جاریا فیه با توجه به اینکه عرض کنم در این قسمت مطلب مطلب جدید هست و وقت ما هم به اتمام رسیده است به همین مقدار در این درس اکتفا میکنیم غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد